یادم بسیار سپاسگزارم، چون همین مثلا همین که میخوام میگم کار بزرگی بود صیاد کرد، چون میدونید هنرمندا دستت تقسیم شدن، تقسیم شدن اون اینه که مثلا داریوش با ایبی اصلا نمیخواستن بخونن، یه اوتوری شد که نون پنیر سبزی خونده مثلا. هیچ هنرمند یا نمدیگه قبول نداره. به روز و وقتی بر من کار میکرد 20 تا هنرمند دیگه هم بود، گفت ببین اسم من باید بالا باشه، بهروز وسوقی در رستمی دیگر اسم اونا دیگه باید پایین بسری. بعدم توی ها اگه بگی من گفتم این مشکل ما داشتیم، زمان فردین داشتیم، به فردین همه اسودیشون میشون. برای همینی که بعدا نذاشتن اینا کار بکنن، یاروش هنر پیشه درجه ده هم اومده بود بالا، اینا نمیذاشت کار بکنن. بعد اون سانسورچی حالا شدن مدافع اونا. حالا بگذاریم این رو که شما داشته باشید، این رو پی میبرید که مثلا قاسم گلی رو خیلی گفتم بابا مثل آقاسی، ما با آقاسی میبین بخونیم آقاسی، ولی صیاد آقاسی رو آورد روی صحنه زمان شاه، صیاد سوسن رو آورد روی صحنه زمان شاه، صیاد کار بزرگی کرد، اونم بود چکر. حالا یک سال پرویز صیاد که اینجا ما برنامه داشتیم باش اینا، بعد گفتم که پرویز قبل از تو هم یکی زی داریم دیگه، یکی زی گفت کیه چیه، گفتم که او هم یک شومنیه، گفت مگه غیر ما شومن دیگه هست. بخندیم یکم، بخندیم دنیا رو بخند، گفتم که قاسم گلی قبل تو بیرم، گفت چیه، یعنی یک چی که میگفت اگر غیر از سیاوش اوستا کسی دیگه رو در روش بود این گردنشو میزد، که با قاسم گلی پرویز صیاد برن رو صحنه. حالا اون اول علی صیاد اینقدر بزرگوار بود، اینقدر با شخصیت که درک کرد، و من مثلا بهش گفتم تو خودت یاد دارت، من تو یاد گرفتم پرویز آقاسی رو آوردی با خودت رو صحنه، سوسن آوردی دیگه آقا قاسم گلی. خلاصه یادش بخیر قاسم گلی، برنامه خیلی خوبی اجرا کرد در لندن، برنامه خوبی رفت، مهرورزی میکرد همونجا فیلبدای شعر میگفت. یه بار من کشی تو لندن بودیم، گفت یه تاریخ 7000 ساله مقام شعر بگم، بگم شعر کرد رفت خوند تفلی، روان شاد، روان قاسم گلی عزیزم شاد. و این کرونا مرونا هم یک جور شده که آدم آدم ها رو نمیبینه دیگه، یعنی تماس ها همینجور قطع فلان و دیومینی رفت. هاشمی رفسنجانی دو